السلام علیکم دوستان عزیز خوش آمدین به یکی از ویدیو های دیگه از مضمون شبکه دو با فصل دو هستیم لکچر دوام پوهنیار عبدالله عزیزی هستم از رشته کمپیوتر ساینس پانتون بغلان خب قسم قبلا گفتیم در لکچر اول فصل دوام ما که ما مورد بس قرار دادیم لکچر دوام ما بالای اوسای مدل مرور داریم و همچنان چطور سای مودل در ای بی, بی شبکه های کمپیوتری استفاده کنیم خب او سای مودل خودش یک مدل یا رهنمایی می باشه خاطر ساختن اپلیکیشن به خاطر ساختن پورتوکل هایی که در شبکه های کمپیوتری استفاده میشه و حتی وسایل اما نقطه مهمی است که او سای مودل یک مدل است و یا داکومنت است رهنمایی است پروتکل تطبیقی نیست سالها اوسای مدل گروپی که بالای اوسای مدل کار میکرد و گروپی که بالای ای پی ای پی کار میکرد با هم در رقابت بودند. و این رقابت از اینا ادامه پیدا میکرد ادامه پیدا کرد بالاخره تا ای که این گروپ ها کارهای خود به سطح دنیا پیشکش کردن اوسای مدل و هیست یک مدل باقی ماند ولی TCP IP و حیث یک پروتکل تطبیقی که امروز در شبکه های کمپیوتری و به عموم در اینترنت استفاده میشه اما اوسای مدل و حیث یک رهنمایی باقی مانده متوجه باشه نقطه مهم است که اوسای مدل یک پروتکل نیست یا مدل نیست که قابل تطبیق باشه یا تا فعلا تطبیق شود اما باعث رهنمایی به خاطر ساختن اجزای شبکه های کمپیوتری استفاده میشه OSI مدل یا OSI مخفف Open System Interconnection است یا Open System Interconnected Model Open System Interconnect Model در سال 1984 ساخته شده توسط کمپانی که به نام آیزو یاد میشه International Standardization Organization OSI مدل قسمی که ما قبلا تذکر دادم به حیث یک راهنمایی باقی مانده تا هنوز و از کسایی که اپلیکیشن دیولپر ها در بخش نتورک هستن پورتوکول های نتورک هم میسازن کمپانی ها یک رهنمایی از اینا استفاده میکنند. خب در مقابل OSI مدل TCP IP مدل می باشه که فعلا TCP IP در شبکه های کمپیوتری و همچنان انترنت اینترنت با یک پورتوکول و پنسوز قابل استفاده می باشه خب اوسای مدل به خاطر از ما را راهنمایی میکنه که از طریق قضیه وسایل ساخته شوه به صورت استاندارد وسایل وقتی که کمپانی مختلف می سازن در صورتی که از یک رهنمایی استفاده کنن کو راهنمایی اوسای مدل می باشه وسایل از اینا پروتکل های از اینا و اپلیکیشن های از اینا با هم دیگه در یک محیط میتونه کار کنن اگر این کمپانی از یک راهنمایی و یا یک استاندارد استفاده نکنن وسایلشان با هم دیگه است کمپانی مختلف نمیتونه وصل شود و با هم دیگه معلومات تبادله کنند از این خاطر تمامی کمپانیهایی که در بخش شبکه های کمپیوتری کار میکنن از اوسای مدل و ایسی و یا استاندارد استفاده میکنن دوستان عزیز قسم قبلا با شما در شبکه یک تدریس شده اوسای مدل دارای لیر میباشه یعنی تمام وظایفی که به خاطر انتقال معلومات و دریافت معلومات می باشه این وظایف به هفت بخش یا هفت لیر که ما نامگذاری شده تقسیم میشن هفت لیر یا طبقه وجود داره که ما میتونیم از طبقه فیزیکال نام ببریم و بالاخره برسیم به با اپلیکیشن لیر یعنی فیزیکال لیر طبقه اولی دیتا لینک لیار، طبقه دومی نتورک لیر سیومی ترانسپورت لیر چهارمی سشن لیر پنجمی پریزنتیشن شومی و اپلیکیشن لیر افتومی قابل یاد است که بعضی کسا ای را برعکس نامگذاری میکنه ولی بر ما مهم است که وظایف رو بفهمیم و نمایش رو خب وقتی که یک وسیله معلومات انتقال میتا قبل از که معلومات آماده انتقال شوه معلومات ما باید یه مرحله را بگذرانه آماده انتقال می باشه بعد از او میرسه بر کسی که یا امو کمپیوتر هاسته که گیرنده است معلومات می گیرنده از معلومات یا ریسیفر برعکس عملیات در این انجام میته و بالاخره معلومات بدست میره خب دوستان عزیز اگر شما علاقه مند هستین و این زیاد مهم است البته که از این دو ریسورس استفاده کنین از سورسی که ما استفاده میکنیم کتابی از نام کمپیوتر نتورکینگ تاپ داون اپروچ این کتاب مکمل او سای مدل تقریبا در 700 یا 8 صفحه تشریح کرده اگر شما این کتاب را بخوانید بسیاری از مسائل از شبکه های کامپیوتری را یاد میگیرین یکی از کتاب است که به سطح جهان همگی در پنتونا استفاده میکنن و همچنان کتاب جدید را که ما به دست داریم سی هست اینه است 2020 و, و جلد اولش و همچنان جلد دومش میباشه شما اگر از این کتاب همچنان هم استفاده کنین بهتر است ما تمامی از معلومات را گرفتیم از دو دانه کتاب گرفتیم و این چطور را ساختیم علاوه از دیسکاوری را دوره استفاده کردیم که سال 2008 می باشه اگر شما ذرات داشتین به با یک کتاب ها می در قسمت کومنت و ما کومنت بانین ما می لینک از این کتاب ها به شما کومنت کنم و شما این کتاب ها را راحت دونود کنین و یا این که گوگل کنین امکان داره این رو بدست را اما قابل ادواری است که سینه 2020 فکر کنم فیری نیست, نیست اگر شما ضرورت داشتین حتما کامنت کنیم برای ما خب اوسای مدل معلومات ما را این کپسولیشن میکنن در زندگی روز ما را این کپسولیشن مفهوم از این که ما بگیریم خط ما را یا معلومات ما را داخل یک پاکت بندازیم و در پشت از این پاکت آدرس کسی که فرستنده است و آدرسی که گیرنده است نامش و تمام جزیات فرستنده و گیرنده را به او بنویسیم تا که ای خط ما یا نامه ما از جایش به نقطه هدف به صورت موفقانه انتقال پیدا کنه. دیتا انکپسولیشن همچنان در نتورک به همی مسابه می باشه اولین مرحله ما در کمپیوتر ما با یک سیستم که معلومات انتقال می ده یا با هاست ما دیتا داریم بالای از این دیتا عملیات صورت می گیرد در اپلیکیشن لیر البته قبلا ما گفتیم که اپلیکیشن لیر داریم پریزنتیشن و سشن لیر اپلیکیشن لیر، پریزنتیشن لیر و سشن این معلومات فرمت تهیه تحییه میکنه انکرپت میکنه اگر ضرورت باشه کمپرس میکنه در صورتی که ضرورت باشه این تو این کنکشن رو ایجاد میکنه تست میکنه کنکشن ما را یعنی تا مرحل سه مرحله را که ما داریم معلومات داست دیتا فقط داریم دیتا آماده میشه بعد از او وقتی به لیر چارم ما میرسه یا ترانسپورت بالای زی این میشه و همچنان به همین شکل بعد از اون به دیگه انتقال داده میشه نتورک لیر و نتورک لیر وظیفه شی است که بالای از این معلوماتی که دارای پورت ها همچنان می باشه آی پی سورس با دستینیشن بالای از این نصب کنه یا آی پی آدرس گیرنده و فرستنده در مرحله دیگه در دیتا لینک می رسم معلومات ما و دیتا لینک ما مک یا آدرس های فیزیکی سورس با دستینیشن بالای ازی معلومات نصب میکنه بعد از او با فیزیکل لیر فیزیکل لیر این معلومات میگیره به شکل بیتا سیره به سیگنال ها تبدیل میکنه، نظر به میدیایی که ما استفاده میکنیم بعد از او آماده میشه معلومات ما که به شکل سیگنال قابل انتقال باشه بعض از ترمینولوژی و اصلاحات است که شما این داشته باشین وقتی که معلومات ما به ترانسپورت لیر می پورت نمبر های سوس و دستینیشن بالای از این نصب میشه این معلومات ما میتونیم نامگذاری کنیم نامش از سیگمنت بگوییم. وقتی با نتورک لیر می آی پی آدرس ها بالا از این معلومات نصب میشه ما این معلومات به نام پکت یاد میکنیم و همچنان وقتی بالای از این معلومات آدرس های فیزیکی از فرستنده و گیرنده نصب میشه یا مک آدرس بگوییم نصب میشه این معلومات به نام فریم یاد میکنیم. اگه ما تقسیم بندی کنیم اوسای مدل اوسای مدل میتونه یکی از بخش‌ها از ای به نام افرلیس یاد شود در مرحله اول افرلیس یا سه لیر که در اینجا هایلایت شده این سه لیر وظیفه شونمی است که معلومات بسازن و یا ایجاد کنن فرستنده در اینجا به حیث مثال میخوایم معلومات روان کنه قبل از اینکه معلومات روان شود سه مرحله اولی بالای معلومات ما تطبیق میشه تا که معلومات ایجاد شود خب وظایف از این به صورت خلاصه چی می باشه اپلیکیشن لیر وظیفه شی است که نو معلومات تعیین کنه یا فرمت از معلومات منظور ما از فرمت معلومات در ایجا ای است که این معلومات مربوط کدام پروتکل میشه پروتکل ایمیل است پروتکل وب است پروتکل دی سی پی یا هر پروتکل دیگه که باشه وظیفه اپلیکیشن لیر است که فرمت تعیین کنه بعد از او پریزنتیشن لیر وظیفه ای را انجام میده که اگر ضرورت باشه معلومات انکریپت شوه یا رمز گذاری شوه معلومات به شکل تبدیل شوه که دیگر او را نتونن بخوانن اگر ضرورت باشه کمپلیشن همچنان در مرحله پرزنتیشن صورت میگیرد که معلومات فشرده سازی شوه تا یک معلومات سریع روان شوه علاوه از سشن لیر وظیفه شی است که یک کنکشن بسیار موقتی را یا سشن بین سورس با دستینیشن تست کنه و ایجاد کنه در مرحله اول امی عملیات صورت میگیره و وظیف ای سه را که در اینجا یادواری شده توسط اپل لیر صورت میگیره که اپلکیشن شامل اپلیکیشن لیر پریزنتیشن و سشن می باشه. بعد از اون مرحله دوم داریم مرحله دوم لیر فور یا لیر چهارمی می رسه، لیر چارمی ما وظیفه است که معلومات آماده می سازد تا اینکه که از سورس به destination معلومات بتونه روان شوه که وظیفه لیر 4 یا ترانسپورت لیر ای می باشه که معلومات آماده می سازه به ای که به نتورک روان شوه در صورتی که ضرورت باشه از پورتکول TCP و یا UDP البته یکی از پورتوکول ها حتمی است موجودیتش یا پورت نمبر هایی که مربوط پورتکول TCP میشه و یا UDP میشه بالا از این معلومات نصب میکنه و همچنان اگر ما از پروتکل TCP استفاده کنیم بازی معلومات به صورت مطمئن میتونه روان شود بعض از هیدرهای در اونجا استفاده میشه بالای معلومات معلومات نصب میشه معلومات اضافی به خاطر از است که اگر معلومات به صورت موفقانه یا مطمئن روان نشه ما رو تشخیص کنیم و بتونیم دوباره روان کنیم و اگر از UDP روان شه استفاده شود، UDP وظیفه شی است که معلومات سریعا روان کنه و قابلیت ریترانگ میشن در اینجا ضرورت نباشه بدون از اینکه معلومات ما کدام وقفه زمانی صورت بگیره باید معلومات سریع روان شوه اگر شما در این بخش هم مشکل دارین ما وقتی که مضمون شبکه یک شروع کردیم شما میتونین در این قسمت ها کسایی که نو شبکه میباشند این قسمت ها با که یکی از ما اینجا پورت نمبر ها میباشه شما خاطر از اینکه وظیفه ترانسپورت لیر بفهم را بفهمین باید انواع مختلف پورت نمبر را بشناسید مرحله سومی است که مرحله سوم ما البته لیر تری است لیر تری وظیفه است که آی پی آدرس سورس و دستینیشن به صورت عموم بالای معلومات ما نصب کنه که معمولا ای آی پی آدرس به خاطر از است که معلومات از یک راوتر به راوتر دیگه انتقال کنه و این که در این مرحله صورت میگیره قسم قبلا گفته شد وقتی که بالای معلومات ما که دارای پورت نمبر ها و دیتا می باشه آی پی نش به ما میگیم پکت یعنی لیر تیری وظیفه شمی است که پکت بسازه همچنان شما میفهمین کسایی که کس از قبل معلومات داره وظیفه آی پی است که موقعیت معلومات ها نشان بده معلومات از یک نتورک به نتورک دیگه چطور آمون شد موقعیت منظور ما شبکه ها میشه در مرحله چهارم لیر تو دیتا لینک لیر هیده را و تریلر ها را میکنه با صورت اومان وظیفه لیر تو ای است که مکادرس سورس و دستینشن بالای معلومات ما نصب کنه و معلومات را به فریم تبدیل کنه مکادرس ها شما شاید بشناسین که بنامه فیزیکل آدرس یاد میشه یعنی آدرس مرحله پنجمی که صورت میگیره معلومات ما به شکل بت می باشه و ای بتا به سیگنال تبدیل میشه. یعنی ای عملیه را ما می بگوییم که این لیر یک یک، این بالای معلومات انجام میده. این مفهوم از این را می, می رسانه که که بتا به سیگنال تبدیل میشن ای که معلومات قابل انتقال شود. یعنی با صورت وقتی که معلومات زرات باش از طریق نتورک روان شود این یعنی می پایین مرحله صورت می اوسای مدل برای ما بیان میکنه دوستان عزیز قبل از ای که بفهمیم که اوسای سای مدل چطور به خاطر ای پی بی از شبکه کمپیوتری استفاده میشه باید جوزیات از لیرای او سای مدل بیشتر بفهمیم البته از نگاه ترابل شوتینگ یا ای پی بی شبکه ها تمامی است لیر های مدل با صورت عموم به دو بخش تقسیم میشه ما یکی اپل لیر داریم و دیگه لوور لیر داریم که با صورت عموم وظیفه اپل لیر ای است که تمام سافت ها شامل از میشه یا مربوط دیتا میشه و لوور لیر با صورت عموم وظیفه شانی است که بر ما میکانیزم کاری از وسایل نشان میده یا کار با صورت عموم شامل هاردویر میشن اینا اگه ما با اپلیکیشن لیر بریم اپلیکیشن لیئر لیر هفتم می باشه تمامی نتورک ورک ها یا اپلیکیشن ها و یا به صورت خلاصه بگویم خدماتی که در شبکه استفاده می شش در شامل است که مثالاش در است دینس، فایل سرور، ویب سرور، تل نت، ایمیل و غیره لیر ششون ما بنامه پریزنتیشن لیر یاد میشه که شامل SSL، و همکس یک از پورتوکول هایی را که به نام ام آی ام ای داره ایم و غیره لیر پنجم ما به نام سشن لیر یاد میشه وظیفه از است که بر ما نیت بایس ها نشان میته انترفیس ها نشان میته اپلیکیشن پروگرام انترفیس ها نشان میته و همچنان ریموت پروسیجر کاس یا ریموت دستاپ ها بر ما نشان میته لیر چارومی ما ترانسپورت لیر است ترانسپورت لیر شامل دو پورتوکول می باشه که به خاطر انتقال معلومات است از سورس با دستینیشن و یا UDP می باشه و وسیله که در اینجا به صورت خلاصه شامل میشه شه فایروال است که فایروال به بس صورت عموم یکی از وضعی شمی است که معلومات به اساس پورت نمبر های PCP و یا UDP فلتر کنه طبقه سی اومی ما به نام نتورک لیر یاد میشه نتورک لیر تمامی موضوعاتی که شامل آی پی می باشه یا راوتینگ می باشه شامل است البته آی پی آدرس ورژن 4 آی آدرس ورژن 6 آی پی نت آی پی ایکس و غیره وظیفه از این است که آی پی آدرسینگ انجام بده و وسیله که در بخش شامل می باشه راوتر می باشه یا راوتینگ عملی راوتینگ در اینجا تمامی موضوعات شامل نتورک لیر است لیر دوی ما به نام دیتا لینک یاد میشه وظیفه از است که بالای مق... معلومات ما مقادرس ها را نصب کنه در اینجا تمامی پورتوکول هایی که مربوط سویچ میشه مخصوصا در اینجا شامل است پورتوکول ایدرنت، ای ای تی تی ایم، تریپل پی، وای فای، وایلس لان و غیره کدام وسایل شامل از این لیر میشه؟ نیتورک انترفیس کارد، درایور ها، سویچ و همچنان وان کنیکتیویتی که پورتوکول های ایتی ایم پی به خاطر وان یا کنکشن واید ایریا نیتورک می باشه لیر اولی نامش فیزیکل لیر است تمامی موضوعاتی که شامل فیزیکل لیر میشه سیگنال ها میباشه. انواع مختلف از سیگنال در اینجا وجود داره که ما سیگنال برقی داریم سیگنال نوری داریم و همچنان سیگنال که امواج الکترومغناطیس است یا فضا می از است. فضا استفاده میکنیم شامل از کدام وسایل میشه در اینجا کنکتر شامل است کیبل ها شامل است فایبر نوری شامل می و همچنان وایلس ترانزمیتر ها شامل می یکی از وسایلی که زیاد مهم است در اینجا ریپیتر ها است البته ما باید بفهمیم که به فیزیکل لیر ریپیتر استفاده میشه خب به صورت دوم و مدل ما, ما به دو بشت تقسیم شده اپل لیارز. شامل تمامی موضوعات که مربوط اپلیکیشن یا سافتویر میشه شامل می و, و شامل وسایل می باشه دوستان عزیز به خاطر از که ما موضوع را خوب درک کنیم یکی از مثال در این مورد بس قرار میگیره گیره راجع و ترابل شوتینگ خوب می تونیم این مسئله را از بالا تشریح کنیم و یا از پایین اولین مرحله اگر ما از فیزیکال لیر شروع کنیم آیا کیبل ما درست نصب شده با جایش یا نشده آیا کیبل ما در ساحه برقی وجود داره و یا که نداره اگر این موضوع مشکلش حل بود ما میتونیم به لیر بالایی بریم لیر بالایی ما میریم چک میکنیم نتورک انترفیس کارت ما وقتی کیبل به نتورک انترفیس کارت نصب کنیم نتورک انترفیس کارت چراغاش به صورت معمول روشن میشه و بلینک میکنه آیا چراغ از یا لید از اینا روشن است یا نیست اگر روشن باشه خوب نباشه باید دیر متوجه باشیم که روشن شود خوب وقتی روشن باشه بعد از اون ما میتونیم به لیر بریم و عملی پینگ انجام بدیم شما میفهمین که پینگ یک یوتیلیتی یا برنامه کوچک است به خاطر تست کنیشن بین سورس و دستینیشن استفاده میشه که البته ایرا به شبکه یک خوانده بودیم خوب آیا ما میتونیم دیفالت گیتوی ما را پینگ کنیم یا نکنیم اگر از دیفالت گیتوی پینگ شد و پینگ موفقانه عملی صورت گرفت به این که دیفاگیت توی ما جور است بعد از او ما میتونیم بریم به ترانسپورت لیر با ترانسپورت لیر فایروال خود کمپیوتر ما را میتونیم چک کنیم البته قابل یادآوری است که فایروال مکمل به شبکه ها استفاده میشه و شما قسمی که میفهمید در ویندوز هم فایروال وجود داره یا در دا لینکس هم وجود داره به صورت در خود سیستم عامل یک هاست ها هم میتونه وجود داشته باشه بعد از اون ما میتونیم فایروال ما رو چک کنیم که به صورت مناسبی شده و نشده و همچنان در مرحله بالا آیا وقتی که ما براوزر ما را باز میکنیم وبسایت ما را براوزر ما میتونه باز کنه خب نه اینجا یعنی از مرحله یک اگر ما شروع کنیم و مثلا به سلسله پیش بریم بالاخره مشکل پیدا میکنیم و مشکل میتونه تا مرحله آخر قابل حل باشه خب قابل یادوایی است که اوسای مدل یکی است تکنیک یا میکانیزم ها به خاطر ترابل شوتینگ می باشه به خاطر ای شبکه های کامپیوتری میکانیزم های مختلف می باشه، استفاده میشه هاردویر ها وجود داره سافتویر وجود داره میکانیزم ها پروسیجر های مختلف وجود داره و یکی از اونها او مدل است او سای مدل ها وقتی که ما از طریق او مدل ای بی بی در شبکه میکنیم او مدل ها بسته روش میتونیم استفاده کنیم یکی روش باتوم است که ما می از فیزیکال لیر شروع کنیم و بالاخره به اپلیکیشن لیر برسیم یعنی از لیر پایینی هم مرحله به مرحله پیش بریم در صورتی که نظر به تجربه ما بفهمیم که مشکل زیادتر به هاردویر وجود داره این روش بهتر می باشه اگه بفهمیم که مشکل زیادتر مربوط سافتیر میشه ویا و یا نتورک میشه باز ما میتونیم هست داون اپروچ استفاده کنیم تاب داون اپروچ ما از لیر اف شروع میکنیم اپلیکیشن لیر هم خصیم میم پریزنتیشن لیر سوشل لیر لیر بلاخره میرسیم به فیزیکل لیر در صورتی که ما نتورک تجربه داشته باشیم با این نتورک کار کرده باشیم تمام شخصات از این نتورک بفهمیم ترابل شوته یا ای بی آب میتونه از روش دیواید ان کانکیور استفاده کنه روش دیواید ان کانکیور نشانده هنده است که ترابل تجربه داره یک لیر خاص انتخاب میکنه و ترابل شوتینگ خود از امون آغاز میکنه میتونم به با طرف بالا بره طرف اپلیکیشن لیر بره یا میتونه پایین بره با فیزیکل لیر به این شکل بخاطر از که ترابل شوتر یا ای کوشش میکنه که سری ای بیابی شبکه را ای شبکه را پیدا کنه یا شبکه را سریعا ای کنه قابل یادآوری است که ترابل شیتینگ یک عملیه بسیار ساده نیست عملیه بسیار مغلق است مشکل است کسایی که در نالش دارن و کتاب ها را خواندن یا کار کردن در شبکه تجربه دارن میتونه این عملیه را انجام بده و امیخسم به خاطر معلوماتتان ترابل خودش در سی یک کتاب تقریبا 5 تا 6, -6 صفحه‌ای داره یعنی اگر شما میخوایم که با ترابل شوتینگ خوب تجربه پیدا کنیم و خوب تمام مکانیزم شو بفهمیم سی ترابل این که یکی از بخش‌های سی این است او اون کتاب پیدا کنین و بخونین تشکر از توجهتون اگر کدام مشکل داشتین میتونین با شمارهای های ما با تماس شوین معمولا شماره اتصالات ما فعال میباشه با ای ایمیل آدرس ایمیل بفرستین به فیسبوک ما جوین شوین میتونین از اونجا از طریق مسنجر به ما پیام بانین و مشکلات ما میتونم از این طریق همراهیتون به با تماس باشم و حل کنم سبسکرایب از یادتان نره اگه ویدیوی ما خوشتان آمد حتما لایک کنین و با دوستانتون حتما شیر کنین تا که همگی بتونن استفاده کنن تشکر از توجهیتان